با سلام خدمت حضار گرامی و همراهان گرامی و تابع شاهی بزرگوار، وارد جلسه هشتم شدیم از مجموعه آموزش قرائت قرآن. امروز امشب جلسه سوم تجوید رو داریم. در خدمتتون هستیم آقای شاهی بزرگوار، بفهمید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت دوستان عزیز، تاعته وارده چون قبولش انشالله. عرضم بوزن که رسیدیم به اون حروف پرحجم تفخیمی، حالا من میگم حروف چاق یا اصطلاح عربیش ترجمه که تفخیم که همون پرحجم و چاق میشه، در واقع معادل حال ترجمه فارسیش. اینها این حروف هفت تا هستن که صاد، داد، اینا تو نماز هم کاربرد دارن. من برای همین حروف تفخیمی رو گفتم که تو نماز هم کاربرد دارن. این دسته اول، دسته دوم، تای دسته دار، زای دسته دار، دسته سوم هم که قین و قاف و خا. این دوستان دقت کنن به این چینش که من میگم با کتب تجوید متفاوت هستن. سخت ترینش این دوتا هستن، اینا خب مشکل ترینه. بعدش دسته دوم تاوزا هستش و بعدش دیگه اصلا راحته، قین و قاف و خاص، اون اینقدر نکته ای نداره. بنابراین الان تمرکز ما باید روی این چهار تا حرف ساد و زاد تاوزا باشه که تو سوره همدم سادش که اومده تو کلمه سرات، دادش که اومده تو برات دادن، تاش که اومده دور کلمه سرات، ولی زی دستا زنن نداریم. اون تو ذکر سبحان ربی العظیم به حمدی داریم. قین و قاف خام دور قاف توی حمد و سوره هم هست، خیلی که یادم نیست همچنسی که نداریم. نه، قین کلمه غیر المغضوبه هست، قاف هم نداریم تو سوره حمد. بله قاف و خم نداریم، ولی حالا اونا هم توضیح میدیم. بله تو سوره چیز داریم، قل هو الله، قل هو الله داریم. بله خیلی که نداریم، نه تو سوره توحید داریم نه تو سوره حمد داریم. حالا یه کسی غیر توحید سن سوره دیگه بخونه، سوره نزلام نیست. قاف هست در سوره الهم مستقیم. مستقیم بله تو، بله درسته، مستقیم است تو هم قل هو الله که خب سوره توحید است. خه ولی نداریم، خه تو سوره هم که نداریم، تو سوره توحید هم نداریم، ان انزلنا هم نداریم. بله من که سوره تین بخونه، نمیدونم تین هم البته چک کرد. بعضی از سوره دیگه غیر توحید کسی بخونه شاید خیلی داشته باشه. من دیگه همه رو میگم دیگه. عرضم بوده که از سال ذات شروع میکنم که سخت ترینه. ببینید اول ببخشید استاد، این دستبندی بر اساس چیه که شما بسازید؟ بر اساس دستبندی حروف چاقه. قبلا من جلسه درست، ولی بر چه اساس اینا رو دستبندی کردید؟ نه خود حروف چاق رو، بله خود حروف چاق من سر از کم بحثین که توی مقام تعلیم آموزش ساده تر بشه. بله این تفکیک، اینا هم تفکیک بشن از هم، چون در هم بخواید بگید تو کتاب تجوید در همه، درست شد؟ بله. وقتی در هم بشه خب شخص اهمیت این بینی رتبه بندی بین تو خود هفت حرف چاق ما نداریم. بله هم تو دیگه شروع کنم به گفتن. نه من اومدم برای اینکه مقام تعلیم منظم تر و دقیق تر بشه، این رتبه بندی تو خود این هفت حرف چیکار کردم انجام بدم که شخص که میخواد یادگیری متوجه بشه اینجا خیلی باید تمرکز کنه. صادرات سخت ترینه. از این که رد بشه، از این خان که رد بشه، خانهای بعدی دیگه تو سراشیبیه، دیگه اونو راحته. خب این اصلا از روانی هم روی شخص چکار میکنه تحصیل میزه. وقتی اون سخته اینو بتونه تلفظ کنی یه نفس راحتی میکشه، میگه لاغر. خب بعدش دیگه با خیال راحت تیب میکنه. اون طبق آخر هم میگه چی دیگه، چی دیگه، خیلی ساده است. یک بار روانی بر شخص قرآن آموز داره، فهم میدونه که با دو تا هفت درگیره. این خیلی خیلی باید تمرکز کنه، سعی بکنه که خیلی خوب ادا کنه. خب اما برای اینکه این هفته حرف چاق رو بتونید صحیح و فصیح، من روی دو کلمه تاکید دارم، هم صحیح، صحیح یعنی رو قواعد استاندارد که کتب تجویدی، فصیح نه خوش فرم ادا کنید،
یه وقت بینید رو قواعد مثلا برفرض کتب تجویدی هست، مثلا زبانتون فرض کنید با دندونها ارتباط مستقیم میگیره، به یه جای یعنی زبان به جای درست از دندونها میخوره، این از قاعده چون کتب تجویدی همینقدر اومده، ولی چه فرمی از زبان اینا دیگه نیومده. درست شد؟ این به فصیح خوانی کمک میکنه. فصیح خوانی کتب تجویدی حروف شیک و خوشگل و خوش فرم و با پردازش به صلاح تلفظ کنه. مثلا من مثال میزنم، صاد رو هم تلفظ کنم، خود دوستان میگن کدوم بهتره، شماره یک ص، شماره دو ص، شماره سه ص، به ازشون کدوم خوش فرم تر، همه صحیح بود ولی فصیح یه دونه بود. یه بار دیگه میگم شماره سومی فکر کنم سومی فصیح، یه بار دیگه میگم ص دو ص سه ص سومی. انا هر دو فهمیدی که سومی درست شد، این سومی مهمتره. خب اینا بخوام میگم صحیح خوندن با فصیح خوندن یه فرقی داره. صحیح خوندن این رو کتب تجویدی شما میبینید بعد زبون خوره فلان دندون مثلا کشیده زبون میشه، استطالی داره، نه همون صفات که داره، ولی مقدار کشیده شدن چقدر باشه، مقدار فشار زبون به دندون چقدر باشه، زبون مثلا اگر گودی داره سر زبون اون چقدر گودیش باشه، مثل دره باشه یا یعنی گودی خیلی خفیف باشه، اینا باعث تولید صداهای چی میشه؟ خوش فرم میشه. یعنی یه کمیت داریم یه کیفیت داریم. اونی که مثلا زبون به کجا بخوره، مثلا برفرض مثلا میگم بگیم عنوان کمیت روش بذاریم، کیفیت این مقدار فشردگی، مقدار فشار دادن زبان به دندون ها، مثلا مقدار فاصله زبان از سقف دهن. درست شد؟ اینا میشه دیگه حالا مثلا بگیم کیفیت، رو کیفیت حرف تأثیر میشه. فصیح خوانی میاد تو ناحیه کیفیت تلفظ، نه صحیح تلفظ کردن. درست؟ مثل کلمات انگلیسی، شما مثلا ر رو تو انگلیسی مثلا بگید را، خب این درسته، را ر دیگه، ولی ر انگلیسی انگلیسی مثلا آمریکایی ها میگن بخواد ر ر ر ر، این انگلیسی کیفیتش، اون را رو بگید مثلا کلمه تلفظ کنی، خب نمیگن مثلا بفرست انگلیسی صحبت نمیکنه، میگن انگلیسی صحبت کنی مثلا آسیاییه، اینجوری میگن. درست شد؟ مثلا بعضی از کشورهای آسیایی که انگلیسی مثلا چینی ها بیان انگلیسی صحبت کنن، اون لهجه تلهجه چینی تو خیلی از تلفظ آمریکاییشون چی هست، هر کی صحبت کنن برند چینی روش خورده، اون بعد از بین بره، اون میشه تجوید انگلیسی. که من فکر نمی کنم حالا دیال آقایون استادم بگن که هست یا نه، فکر نمی کنم فصاحت انگلیسی تدریس بشه تو انگلیسی. میشه که بیان لهجه ها رو استاندارد کنن؟ خیلی نه خیلی نه، چیزی نداریم تو انگلیسی، فکر نمی کنم اینا رو کسی خصوصی خاصی بره و چیز رایج تدریس نه. تخصص تو هم زبان آموزشگاه زبان باید باشه قاعدتا، اینگلیسی نیست. حالا چه استرس کلمات فکر کنم تو این دیکشنری ها علامت میذارن که استرس ها کجا بوده، اون یه هزارم هم مطلبه، این که چطور تلفظ بشه نه مثلا اینو قطعا نیست، فقط عربی اینها به کمال خودش رسیده. خب پس الان دوستان مترجم بین صحیح و فصیح فرقی هست. حالا تو حرف ساد زاد تا و قن قاف تو همه این هفته حرف ما به دو فاکتور خیلی نیاز داریم. من ببینید یک بیان جدید میخوام برای طلب آموزش این حروف داشته باشم، دو فاکتور جدید، یکی دو تا فاکتور خیلی مهم، یکی زبانه، خیلی باید روش تمرکز کنید برای که اینو میخواد خوش فرم ده، هم صحیح هم خوش فرم، یکی هم دندوناتونه. بزن یکی از دندونش مصنوعی باشه به تب، یا دندون مثلا چون دو تا سه تا افتاده باشه، حالا کجای دندونم اون جلو، دندون جلو باشه، عقب باشه، عقب خیلی تأثیر نده ولی جلو مولو باشه، چرا و کیفیت تلفظ چیکار میکنه 100% تأثیر میذاره. پس زبان، دندان مهمه. خب زبان چجوری باید بشه تو کل این هفته حرف چاق؟
هفت حرف تفخیمی. من این فرمو میگم، ببینید تو تمام این هفت حرف، چون این کلیدی نکتهش، این خیلی خوب دقت کنید، یعنی اگه این نشه این هفت حرف چاق چاق نمیشن، میشن آخر. اگه میخواید این هفت حرف چاق چاق بشن، این نکته که الان میخوام بگم باید دقت داشته باشن، فرم زبانه، زبانی فرم خاصی پیدا میکنه که این حروف چاق ادا میشن. ولی خب چجوری فرم زبان؟ فرم زبان اینجوری میشه، یعنی مثل حالت چی پیدا میکنه؟ بخواید توصیف کنید، ریشه زبان میره بالا، سر زبان چی میشه؟ یکم چال میشه، مثل سرسره. یا من حالا میگم اسم میتونم حالت قاشقی، زبان حالت چی در میاد؟ شبیه قاشقی دیگه. قاشق هم اون جایی که شما دست رو میگید به قاشق بالاست، سر قاشق چی؟ کمی گوده، مثل قاشق چایخوری در نظر بگیرید مناسب تر. یه قاشق چایخوری در نظر بگیرید، سرش من خیلی لطیف، یعنی اون چاله ای که سر این قاشق چایخوری هست، این چاله چاله اونجوری 100% نیست، یه قوس خیلی ملایمه. درست شد. زبان هم مثل قاشق چایخوری در میاد، شبیهش، حالا 100% که نه، مهم اون ریشه زبونه. اون ریشه زبون که به اصطلاح تای حلق چسبیده، ریشه زبان منظورم به موازات نرمکام، یا بگیم اون زبان کوچک که آویزون لحات بهش میگن، اونجا میشه ته زبون. اون الان توی فیلم نشون دوستان میدم، من توضیح تئوریشو بدم بعد اون فیلم انجام، فیلم مثلا دوستان میبینن نشون میدم. اون ریشه زبان میره چی؟ با ریشه زبان اونجاست، میره بالا. دوستانم اگر میخوان این حالت قاشقی به دست بیاد برای زبونشون، چون ممکنه سن افراد بالا باشه، حالا بچه سال باشه راحت میتونه، ولی اگه سن بالا باشه، خب چون زبان عادت نکرده یکم سخت غالب میگیره، تمرکز ذهنی بکنن. اون یه راه حلش اینه که با تمرکز ذهنی اون تمرکز کنن فقط رو ته زبونشون. این ته زبونه چیکار کنن دوستان بگید؟ سعی کنن ببرن بالا. ته زبون که بره بالا، خودش اتوماتیک سر زبون میاد پایین و قاشقی میشه، سرسره درست میشه. درست شد. مثل اینکه شما مثلا اینکه فرش رو بخواید بلند کنید، پایین فرش رو که بگیرید، خود به خود بالای فرش چی میشه؟ میفته پایین. درستی که بالای فرش که نمیاد بالا که، پایین فرش رو بگیرید ببرید بالا، بالای فرش چی میشه؟ خود به خود سرش پایین هست، یا حالت سرسره مانند میشه. یه راه حل دیگه هم داره که حالا میتونه هم بعد از جلسه انجام بدن، یه فندقی پسته ای چه میدونه، حالا الان که روزگیه اونجا افطار شده، البته میتونه الان بذاره یه فندقی پسته ای، مثلا چه خرمایی، هسته خرما بذارن سر زبونشون، اون جلو زبونشون، و اون رو به سمت پایین فشار بدن، به سمت پایین. درست شد. پیچیده پیچیده هم نیست، این باشه تو زبونشون. مثلا واسه یه آلو خشک بردارن، اینو هستش رو فشار بدم به سمت چی؟ پایین. این یه هفته ای که انجام بدن، خود به خود سر زبون، تا ذهنتون دستور بده که زبون حالت قاشقی در میاد، اتوماتیک مغز این کارو چیکار به تراسوتی دستور میده. تراسوتی هم چون تمرین کردن اگه عضله است دیگه، زبان یه عضله نرمه، این عضله سریع میشه که چی در میاد؟ حالت قاشقی به خودش میگیره. ولی نه که الان خشکه، مثلا دوستان 40 سال 30 سال هم زبون رو تخت استفاده کردن، انگلیسی هم که بدتر از فارسی، تلفظش خیلی سست و شله، حالا اگه فارسی سست باشه انگلیسی سستره، یعنی شما تو این زبان انگلیسی فقط از جلوی زبون استفاده میکنید. دوستان درسته یه به نظرشون اینجوری هست که نه، یه کاری به عقب زبون اونا خیلی کمه، یعنی میخوام بگم قالب حروف تو انگلیسی قسمت جلوش، این لبها و قسمت جلوی زبانه، برای همه یه انگلیس زبان وقتی میخواد حروف عربی رو تلفظ کنه قطعا سخته براش. چرا؟ چون یه عرب زبان فصیح از تمام قسمت های زبان، حالا اکثر، تمام یعنی من اکثر، اکثر دندونا، اکثر قسمت های زبان، اکثر اصلا اندام تکلم حلقش،
اول حلق، وسط حلق، ته حلق، و همه اینا چیکار میکنن بگید؟ یعنی از شما از گردن که به سبب سیب گردن هست بگیرید تا لباتون، از همه این مساحت چیکار میکنه؟ تو زبان فصیحه ما استفاده میکنه، ولی تو انگلیسی اینقدر میشه نصفش باشه یا یک سوم باشه. اینو لذا باید عواشون باشه. علت این که خیلی از انگلیس زبان ها یا فارس زبان ها وقتی ما عربی فصیح یاد میگن یکم میلنگن، برای اینه چون اصلا یه عمری زبان چی بوده؟ تنبل بوده، خیلی استفاده نکرد از جاهای مختلف. حالا الان میخواد یه زبانی تلفظ کنه، خوب طبیعتا همه جای اندام تکلمی شما استفاده میشه، سخته براش، نیاز به تمرین داره. ولی شما اگر لهجه عربی فصیح و بلد چی به راحتی لهجه انگلیسی، مثلا لهجه فرانسوی، حالا آلمانی که خیلی لهجه نداره، مثلا لهجه دیگه رو که پایین ترن تلفظ میکنی اون سخت نیست، چون صده اونا دیگه مثلا 70 60 40 به تناسب دیگه راحت تلفظ میشه. خوب، این قاشقی بودن رو تو زبون ما داریم. حالا دوستان دقت کنه، این جلو که قاشقی میشه چه کار میکنه؟ کسی میتونه بگه؟ یکی دوستان که حالا خب که چی؟ چرا این علتش چیه رو قاشق بودن انقدر تاکید میشه؟ ببینید این سقف دهنه دیگه، این قاشق، اینم چیه؟ سقف دهنه. درسته؟ شما وقتی که اینجا زبون چی میشه؟ چاله، یعنی مثل نافتیسه، اونم چیه؟ تاکتیسه. درسته؟ یا اگه مثل آینه مقعر و آینه چی؟ محدب. دو تا آینه مقعر محدب رو هم بذارید، این وسطه چی میشه؟ یه فضای خالی ایجاد میشه، هوا از توی نایتون میاد به تار صوتی میخوره، میاد تو فضای دهان که بهش جوف میگن، میاد اینجا توی این فضای میپیچه مثل گرداب، گرداب که دیدن، میاد توی جا مثلا میپیچه اینجا، از لبها چی میشه بگید؟ خارج میشه. اینجاست که پرحجم میشه حرف، اصلا تفخیم بودن به این چاله سر زبونه. حالا کثیری از دوستان این زبون رو صافش میکنن، به من بگن آیا این حروف ساده زاد تا وزاد چاق میشه یا نه؟ میتونه چاق بشه؟ میشه؟ یعنی نمیشه دیگه، علتش اینه. پس این چاقی سر... چالی سر زمان خیلی تو چاقی حرف چیکار میکنه؟ کمک میکنه. اینم فلسفهش بود که چجوری اصلا این چاق میشه. تفخیم و استعلا همینه، این دوتا استعلا. تفخیم این هوایی که میپیچه سر زبون تو این چالهه و سقف دهن. استعلام بالا رفتن ریشه زبونه. بنابراین استعلا و تفخیم دو تا صفت چی هن؟ لازم و ملزوم هن. اصلا جدا بگید نمیشن. نمیشه شما تفخیم تو حق داشته باشی ولی ریشه زبونه بیاد پایین، مگه میشه؟ محال دیگه، محال وقوعی اصلا امکان نداره. درست شد؟ اون ریشه زبون میره بالا، سر زبون هم میاد پایین، اون پرحجمی تولید میشه. اینم نکته. حالا فرق یه نکته ریز، حالا که این دوستان متوجه شدن اینو دقت کنن، بله این درصد چاله زبون، اون به صورت گودی سر زبون یکم متفاوته. تو سال زاد تا زاد بیشتر گوده، چون این چهار تا حرف از این هفت تا حرف تفخیمی چاقتره سال زاد تا زاد. اون سی تا های دیگه که قرن قاف خاص چی؟ اونا کمتر زبون چاله، خیلی کم، شاید نصف بشه. دلیل هم داره، خیلی واضحه. به نظر دوستان چه دلیلی داره؟ قین و قاف و خا اصلا خیلی با سر زبون کاری حلقی هن. خیلی حلقی هن. حلقی هن احسن. حالا قاف از حروف قین، از حروف حلقیه، خی هم از حروف چی حلقی، ولی قاف از حروف حلقی نیست. حالا به اصطلاح بالاخره از تای حلقه، تای هم از اون تای فضای دهان اون جوفه، میره تو اندامه قسمت آخری اندامه تکلم، اندامه تکلمی اونجا که نرم کامه به اونجاها رب پیدا میکنه، به هر حال جلو نیست. خلاصه به تب سر زبون هم دیگه لازم نیست که اینقدر بگید،
مثل صاد و ذات تا وزا که قشنگ سر زبون اصلا دخالت داری، تو صاد با تای دست دار تای دستان سر زبون دخالت داری، اینجا گودیش بعد چی بشه بیشتر شه. اینا نکات ریز بود که شاید 80% این نکات ریز که دوستان توضیح دادن تو کتاب نیست، اونا تحلیله برای این تحلیل رو بدونن که بتونن این حروف رو چیکار کنن تلفظ کنن. این از وضعیت زبان. پس فهمیدید که تو ساد و ذات تاوا چالی زبون بیشتره، چون اصلا دخالت دارن تو زبون، خیلی نقش اساسی تو تلفظ ساد و ذات تاوا داره. ولی تو قهن قاف و خا که میشن برای حلق و انتهای فضای دهان جوف، اونجا دیگه نقش زبان چیه؟ چالی زبان نگه نباشه، عرض کردم کمتر مثلا نصف ساد و ذات تاوا. خب این از این. اما وزیر دندونا چجوریه؟ این وزیر زبان رو گفتم. الان دوستان برای زبان سوالی نیست؟ چون بعد الان میخوام پیاده کنیم، مشخصه معلومه برای زبان سوالی نیست؟ اما قسمت دندان، دندان هم مشخصه توی حرف قین و تو حرف قین و قاف و خا دوستان های دندونا دخالت دارن یا نه؟ مثل فارسی دیگه، اینها دخالتی چی بگید؟ نداره. قین و قاف و دندون توی قین و قاف و دخالتی نداره، چون بودن از اندام های تکلمی انتهایی استفاده میشه. اما تو ساد ذات تا وزا چی؟ بفرمایید داره دخالت دارن زبان؟ دندون دخالت داره یا نه؟ دندون دخالت دارن، لذا زبون هم فعال تره. برای همین بودن زبون اینجا چی میشه؟ چالش به قول من عمیق تره. گودی سر زبان چیه؟ عمیق تره. خب حالا سوال، زبانه که من کل توضیح دادم، دندونا وضعیتشون چجوریه؟ تو تلفظ او گفتیم تو قین و قاف که دخالتی نداره، اونو ولش کنید. میان تو ساد و ذات تا وزا، دندونا رو چیکار کنیم؟ دندونا چه دخالت دارن؟ مثلا چه نقشی دارن؟ دندونا یک کلام بهتون میگم، خوب دقت کنید. از این همه دندونی که ما داریم، حالا 27 تا چند تاست، تو فک بالا یه تعداد، مثلا فک کنید 12 تا 14 تا، فک پایین هم 12 تا 14 تا، مثلا فرض کنید 12 تا 14 تا. اینا هیچ کدوم بگید به درد تلفظ سال و ذات داوزان نمیخونن، الا میخوام اینو چرا من دارم میگم؟ چون میخوام دوستان دایره تمرکزشون از یه دایره بزرگ تبدیل به یه دایره چی بشه بگید؟ کوچیک بشه. چون شما وقتی میخواید این 7 حرف رو تلفظ کنید، هی فکرتون که خدای زبون مثلا میکنه اون دندونه اون تهنه بود، دندونه این سر نمیخوره، دندونه سمت تای سمت مثلا سمت چپ چطور، دندونه فک پایین چی کار کنیم، اینجوری دندونه جلوی فک پایین، اینو همه ذهن آدم اینجوری بگم از این شاخه به اون شاخه میپره. میخوام این حالت بر دوستان نباشه، تمرکز ذهنشون چی از یه دایره بزرگ محدود بشه به یه دایره بگید خیلی کوچیک. تمام دندونایی که تو این تلفظ توی این 4 تا 7 دخالت دارن، صاد باد تا وا، کلا این دو تا دندون شماره من شماره میزنم 1 2 این دو تا دندون و این دو تا دندون چی کناریشونه، حالا حدودا چند تا دندون شدن؟ 4 تا. بیشتر از این 4 تا چی نیست. فک پایین دخالتی بگید نده، یا اگرم باشه مثلا تو مثل حرف ساد اوتوماتیک تو حالت کسره شون، مثلا ساد با کسره باد خودش اوتوماتیک میاد به دندونای جلو چی بگید، یعنی روی دندونای فک پایین قرار میگه، اصلا نیاز تمرکز ذهنی بگید نده، پایین رو ولش کنید، شما اصلا تمرکز دندونای فک پایین نداشته باشید. تمام شد. کلا با 4 تا دندون فک بالا بفرمایید کار دارید. حالا شما میگید به این زبونی به این بزرگی به دندونای دیگه نمیخوره. چرا میخوره؟ اون اتوماتیک میخوره. تمرکز لازم بگید، تمرکزی لازم نداره. بخیر زبون به این بزرگی تو فضا دهان که
واضح به دندونه اینجا فک بالا میخوره، به دندونه فک بالا. البته اینو باید دقت کن تو فیلم هم ببینید مشخصه زبان دیگه بین دندان های بالا پایین قرار میگیره، اینو خوب دقت کنید. یعنی زبان حالت اوریب داره، از اون بالا میاد به دندونه پایین این شکلی. تو فیلم هم ببینید مشخصه یه جاهای زبان بین دندون های فک بالا و فک پایین قرار میگیره، درست شد؟ و وقتی برخورد میکنیم این دندون شماره 1، 2، 3، 4، 5 و 6، 6 تا شیشتا دندون فک به اصطلاح فک بالا 6 تا دندون میشه. 4 تا منظور این بود که این دو تا دندون یک کاسش کنیم، آره فرض کنیم میشه 3 تا دندون، این میشه یه دست دندون، 2، 3، 4 تا 4 تا میشه. ولی اگه دقیق بخوایم بگیم شماره بذاریم میشه 1، 2، 3، 4، 5، 6. ما بقیه هم دیگه اتوماتیک هر جو زبان خورد خورد، ولی شما حواستون باشه که بیشتر تمنن زبان کنترل کنید که بیشتر به این 6 تا دندون بخوره. حالا آیا به تمام این 6 تا دندون بخوره؟ قطعا اینجوری نیست، حرف به حرف متفاوتی من الان میگم. پس به طور کلی تو ساد باد تا وا شما تمرکزتون رو چند دندانه؟ بفرمایید 6 تا دندونه که 3 دسته هستن، دسته سمت راستتون، دسته دندون سمت چپ و وسطی که من میگم دندون خرگوشی که زیر دماغه، ولی در واقع اسم صحیحش صنایع فک بالا و صنایع فک پایینی که ما با دندون صنایع فک پایین کاری نداریم، اتوماتیک خود زمان بهش میخوره، فکر نمیخواد. از اون ور قین و قاف و خام چیه؟ بفرمایید. اصلا کاری به دندون آنچنان ندارن. این هم دقت کنید میگیم کاری نداره، این لزومی نداره شما فکر کنید، خودش اتوماتیک زبون فرمی که باید بگیره رو میگیره. خب حالا این سر تلفظ من بعد دقیقا بگم این زبانی که قاشقی شده به کجاها میخوره. خب الان مشخص شد، پس ما یه عنصر زبان داشتیم که خیلی مهم بود که گفتم باید چی بشه؟ قاشقی بشه. یه عنصر دندان ها داشتیم که گفتم این عنصر دندان ها چند تاست؟ 6 تاست، درسته؟ نه زبان فرمش مشخص شد، تعداد دندان مشخص شد. حالا میریم سراغ تلفظ حروف. قین و قاف و خا که عرض کردم اون تافته جدا بافته فرض کنید کاری نه خیلی به دندون دارن نه به زبان، اونو بعدم میگم آخر سر. تلفظش هم راحته، این فارسیه، خیلی سختم نیست. اونی که الان ما اینجا میخوایم تمرکز کنیم و به زبان دندون خیلی رفتیم ساد و باد تا و وا هستش، اینو میخوام بگم. خب زبان برای این 4 تا 7 یه فرم واحد داره، یعنی همون حالت قاشقی داره. منتها شما میگید خب اگه اینجوری که دیگه فرق بس ساد با زاد با تا با وا چی بس اینا همه 4 تا صدا، 4 تا صدا بعد میشه یه صدا؟ نه دیگه، جاهایی که به دندان میخوره چیه؟ فرق میکنه، مثلا که به دندان میخوره متفاوته. خب تا الان روشنه بر دوستان؟ سوالی نیست؟ میخوام حالا ببینیم جاشو بگیم ببینیم کجاست. روشنه تا الان؟ بله. اما مکان الان کجاست برای حرف ساد؟ حرف ساد شما زبون ساد قاشوی در اومده رو میزنید به دندونای کجا؟ ببینید این دندون، اول من تئوریشو اینجا میگم بعد روی فیلم نشون دوستان میدم. این دندون، حالا بگید دوتا دندون اینجا، بیشتر این دندونه و این دندون سر زبون، دقت کنید اینجا به هیچ جا نمیخوره، به سمت بالاست و معلقه، معلقه تعلیق شده هستش، درست شد؟ و این زبان از اون بالا میاد به این شکل، سر زبان به این دوتا دندون خرگوشی و پشت دندون خرگوشی ها نمیخوره. یه حالت وقتی نمیخوره، خوب دقت کن، یه حالت سوتمانند اینجا تولید میشه، سا سا سا، زبان که باید عادت قاشقی داشته باشه، گودی سر زبان و به دندونای چپ و راست این دندون صنایع فک بالا میخوره، سر زبانم به این دندون نمیخوره و معلقه. من الان تو فیلم نشون میدم یه شکاف خیلی باریک
بین پشت دندونای صنایع و صد زیر زبان یه شکاف خیلی باریکی میفته، هوا از تو اون غلط میخوره و یه صدای سوتمالن تولید میشه. به این صفت ساد میگه صفت سفیر، حواستون باشه این صفت این سوته دیگه نباید سوته حسابی باشه، یه سوته خیلی ملایمه، بیش از اندازه دیگه نباید غلیظ بشه. حالا من انجام میدم. این اصل حرف ساد بود. حالا تازه اصل حرف سادی که دوستان یاد گرفتن باید به این سراغ چی ساده با فتحه. شما ساد خالص الان یاد گرفتید، درست شد؟ ساده با فتحه رو بعد بگیم، علامات بذاریم دیگه. ساده با کسره، ساده با ضمه، با آ، ای، او، سکون و تشدید. خوشبختانه ساد در همینجور میگم اینو، ساد در حرکاتش هیچ نکته خاصی بگید نداره، الا در ساد ساکن و ساد مکسور کسره دار. یاده میگم من ساده بگم، میبینن دوستان؟ بله میبینیم. من حتی عذرخواهی میکنم که فضا در ننشون، چون اگه نشون ندم واضح نمیشه. این میشه گودی واقعی سر زبان، میبینن؟ پس گودی خیلی زیادی نیست. نه نه گودی زیادی نیست کردم، نه اونقدر زیاد نیست، گفتم مثل حالا تعبیر چای قاشق هم خیلی شاید صحیح نباشه بازیه، ولی به همه شکل دارید میبینید، چون دیگه چیزی نمیشه تشبیه کرد. درست شد؟ این حالت گودی سر زمان برای حروف ساد زاد تا وفاست. خب حالا اینو ما به جاهای مختلف دندونا میزنیم و چی میشه؟ هفت تلفظ بیه. خیلی ساده. یه نکته کلیدی هم به دوستان میگم، حواسشون باشه، اینا از پشت یعنی زیر زبان میاد میخوره به اصطلاح پشت دندونا. خوب دقت کنه اینجا. این اون شکافی بود که خدمت دوستان از کم زبان معلقه. ببینم فا 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 دیدن دوستان چی جوریه؟ یا حتی کاملا گرد داره زبان، درسته؟ دندونا هم که تقریبا گردن. میبینن زبون حالت قریب پیدا میکنه. دوستان دقت کنن، زبون باید سر زبون پهن باشه یا تیز نیست؟ پهن میشه، پهن میشه، اصلا پهن هست. پشت دندونا قرار میگیره که زبان پشت دندونا میاد قرار میگیره، در واقع شکم زبون یعنی زیر زبان. ببینید اینجا اونگا اونگا میره پشت دندونای خودش قرار میگیره. فا فا فا. حالا من جلو ببینید، فا فا. خیلی ببینن دوستان دقت کنن، اون نکات صداسازی اینجا هست، چون من اون نکات صداسازی دیگه نگفتم. ببینن لب من بد فرم، بگید دفرم نمیشه. زبان من بچک میشه نمیشه؟ نمیشه. اینو خوب دقت کنن، اصلا رو صورت من هیچ فشاری شما نباید احساس کنید. پس یه بار یه نکته کلیدی میگم، حواستون باشه وقتی این حروف رو دارید تلفظ میکنید، لبها بدفرم، مثلا فا فا بدفرم نمیشه. زبان بدفرم به دندون باید فشارم داده بشه؟ نه نه، سایش سایش سایش. ما سه حالت داریم کلا ارتباط زبان، چون من اینا رو گفتم قبل، یعنی باید قبل از این گفته بشه، سه مقدمات داریم، من اونا دیگه الان کات کردم، درست شد؟ سه حالت زبان با دندون داره، یا سایشه، یا ضربه است، یا چیه؟ انفجاره. یادتون باشه سه حالت داریم. چند حالت داریم؟
سال سایش در عبارت به بجار. ساد چیه؟ سایشیه، یعنی زبان به دنا سایش داره. این من اینجا میگم دوستان میخوان یادداشت کنن که بدونن. باد چی؟ ضربه است، ولی ضربه خیلی ملایم. تا حالت انفجار داره. پا 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 مشخصه. من از ساد میگم این سایش دیگه. فا سایش یعنی هوا میقلبه، هوا از بین زبان و دندان میقلبه، میقلته و سایشی میشه. فا زاد چی؟ زاد ضربه است. ببینید من طرف اون با حالا شکل رو نشونتون میدم. تا حالت انفجار داره. پا زی دسته دارم سایشی. پس از این چهار تا حرف دو تا سایشی شد. این خوب دوستان دقت کنن، ساد و وی دسته دار چی هن؟ سایش. باد چیه؟ ضربه ملایم. اینو دقت کن، ضربه محکم نوا. تای دسته دارم چی؟ انفجار، انفجار ملایم. یکی ضربه، یکی انفجار، دو تا سایش. همه دوستان متوجه شدن؟ درست شد؟ خب این که میگن زبان عربی یک زبان کامله، الان دیگه فکر میکنم کاملا بر دوستان واضح شد، یعنی اثبات شد چرا زبان عربی یه زبان کامله. این قواعد فقط برای تلفظ حروفه، گرامرش، ادبیاتش اینا بماند. درست شد؟ این فقط علمیست برای تلفظ، اینقدر حساب کتاب و دقت داره. خب حالا من دوره سال رو تلفظ میکنم. سا. حالا دوستان بگن، حواستون باشید، گفتم لبها کج و کوله نشه، زبان هم دفور و بدفور بگیر نشه. اگه جلو آینه انجام میدن یا جلو آینه انجام نه خیلی بهتره. نکنم داره من انجام میدم. فا 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 سا سی سو و حرکات. سا سی سو اف اف فا. تمام، سکون و تشدید. حالا یکی دوستان بگه، من میتونم تصویرم بدم؟ برو تصویرم بده. تصویر بدن که خیلی بهتره. تصویرم ندم من میتونم تشخیص بدم. خب نه واضح هست نه. خب اما که زبون کاسه رو گمی کفتیم چونی میتونم من تصویر رو باز کنم؟ بله الان بگید. این چالش خوبه؟ چاله بذارید بیدم چرا. آها بله، بیاید انجام بدید. خب یه مشکلی که شما دیدین الان لب بالا پایین خیلی بازه، اصلا لزومی نداره. سکوت کنید. سکوت سکوت سکوت. از حالت سکوت سا رو تلفظ کنید. سا با. نه این تا نیست، این ساده، چون تا رو تلفظ میکنید، اصلا سایش نداره. درست شد؟ با. سا من تلفظ میکنم، شما بالا ببینید، تصویر من ببینید. سا فا فا سی سو. بگید فا. بگید فا. آها حال بهتر شد. خب بگید شما یه ترسی دارید که زبون پشت دندون رو بمالونید. چرا؟ اصلا این کاملا سایش داره. ببینم از زیر نگاه کنید. فا فا فا. نه این صدای من خوب دقت کنید، چون من لبها رو از هم باز کردم شما صدای تا میشنوید. این حواستون باشه، میخوام فقط ببینم زبون به کجا دندونا میخوره. ببینم درست شد. حالا از جلو میگم فا. اصلا شما این صدا رو بگید. بگید ساعت نمیخواد بگید، فقط نمیخواد صدای سوتر رو بگید. بگید بگید های داوودی. بله دارم میگم. صدا میاد؟ صدا نمیاد. نه بگید صدا نمیاد. همون سا رو پس بگید. سا. بگید سا. نه شما دیگه ضربه میزنید، اصلا سایش نیست. آه درست. سا مثلا
من چی که بلد بودم هم پرید مثلا یکم چیز شد. علت آ علت طبیعیه. آ سا بگید آ سا آ احسن. این ساعت شد آ نه یه رفت تا میشه یه بار ساعت میشه. شما یه نکته هم کنید، شما زبونتون خیلی پشت دندونه باید باید میزهید به لسه، به لسه نمیخواد بزنید، به دندونه میخوره. همین سا پایین بس. سا سا آها حالا درست شد. پایین مشکلش پس این بالا بردن همین میخواد بالا درست رفت. ببینید سا یه سا آینه میخواد، یه جلو آینه بله تلفظ آینه جلو کنم. من آها خب ببینم سا ببینم سا ها از زیر نگاه کنم. ها شما زبون بردی زدی به کام بالا. نه زبون اینجا میخواد، سا سا اینجا 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 سا سا فا سا فا فا. سا احسن. سا مشکل سا شما کجاست؟ ریشه زبونتون خوب بالا نمیبره. میگم سا 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 ریشه رو حواستون باشه. بگید سا احسن. سا الان یه سا مقداری اگر ریشه زبون رو عنایت کنید پر حجم تر میشه. سا 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 نه نه دوان میگه تا شد دوباره سا دوباره بودید بالا. فرش سر فقط تمرکز میخواد، هیچ چیز غیر این فقط من نیست. ریشه رو بالا بردن اصلا سا ایده نرم چون میشه ریشه تای زبون بالا نه برد اصلا مایچه کنترل چی متعلق خیلی مغزم رو مایچه احساس میکنم کنترل نداره مغزم رو مایچه نداره. نه گفتن که چون ما اصلا از این استفاده نمی کنیم. درست شد. یه مقداری شما یه نموره خلاصه اون ریشه زمانی باید بالا. سا 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 این درست بود. حالا یه مثال یه آی چاق بگید تو فارسی. تو فارسی آ آ آ نه آی چاق آ آ بگید. آ احسن. همین حالا دل ساعت بگید سا سا آ تمام شد. پس یکی از تمرینایی که میتونید انجام بدید آی چاقه. آی چاق لهجه فارسی نه به عربی. آ بگید. حالا با همین فرم زبانی بزنید پشت دندوناتون سایش بدید. سا بگید. سا سا تمام شد. ببینید شما در عرض چقدر 2-3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه ساده گفتید. خیلی چهار پنج دقیقه من شد. سا سا درست شد. یه آ و سا تمام شد. آخه ببینید این که من رو به شما بودم این ساده فصیح رو شما عدد دارید میکنید. بعضی از دوستان آموزش میدن کلی آموزش میدن با ظرافت ها آموزش داده بگید نمیشه. نمیشه. حالا من با ظرافت هاش به شما گفتم خیلی فرق داره. بله شد. این ساده با فتحه بود و الف الف مهدی. آه حالا با کسر و ضمه شد یه ذره براتون مشکل تر باشه. آه سا سی با سو خیلی سخت نیست. سا سی با سو بگید. سی سا احسن. سی سو 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 هم قرار شد که سو میگیم لبمون قنچه نشه همچه افقی باشه نشه لب قنچه. حالا من ساسی رو میگم ببینم سا که خوب گفتم. حالا سی رو دقت کنم. سی یه نکته ای داره اصلا کلن کسره ها سا دقت کنم تمام کسره ها یعنی سی بی 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 اصلا حروف چاقی لاغر سین بی ساد زاد تازا دقت بکنم. حالا تو حروف چاق ساد زاد تازا قن قاف خواه بعدی شما اینا کسراشو میخواید بگید زمان منو ببینن آنچه علا کلنگی میشه. ببینن سی یه چی شد نکنه از پایین نگاه کنن سی میفته پایین میجرد ازوله زبان دید چه جوری شد. اول میخوره دنده اینجا به محض اینکه ساده گفت سری سر زبان میاد بسن دنده کی پایین فکر پایین. دقت کردین سا با این سال این حرفا رو نداره. سو هم این مشکل نداره. این فقط با کسره است. علتش هم نحوه تلفظ کسره است. ببینم سا سا احسن. بازم حواستون به ریشه باشه هم در سا هم در سی هم در سو ریشه رو حواستون باشه. سا سی 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 وقتی سی رو هم دارید میگید حواستون به ریشه باشه پایین نیفته. سا سی صدای من دقت کنید. سا
این ریشه زمان رفته بالا چسبیده. دقت بکنن، خیلی از دوستان وقتی سی رو میگن زبونشون شل میکنن، زبون که شل میشه خراب میشه، میگن سه. نه سی بگی سا. احسن. سا سی سو 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 سو. من حواس باشه س سری اینجوری در نیاد، اون لباتون رو بعد شما چیز میکنید برای زنبه. او او سو سو بگید تا سا آنه سا 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 تا سی سو. احسن. ببینید در سی و سو به طور کلی حواستون به ریشه زبان باشه. شما الان در سی و سو تقریبا خوبه، یعنی فکر نکنید ریشه زبان فقط در سا میره بالا، توی حالت سی و سو هم ریشه زبان همچنان بگید بالا هست. یعنی هست، ولی این نکته ریزی داره، پرس صدا بیشتره، یعنی اندام تکلم شما تحت فشاری بگید تو سی و سو تحت فشار بیشتره یا کمتر نسبت به سا؟ بیشتر. بیشتره. این نکته کلیدی بود گفتم. سا خیلی فشاری به ریشه زبان نیست. سا ریشه زبان خیلی فشاری بهش نمیاد. فقط یه مثلا 5 درجه فشار داره. اما سی و سو رو بگید سی شاید 20 درجه فشار داره. چون هم ریشه زبان میخواد بره بالا، هم لبای شما چی میشن بگید؟ جمع میشن. این زبان جلو عقبش تحت چیه؟ فشار. سی سو بگید. سی سو سو. آیا فشار تو سی و سو احساس کنید بیشتر نیست نسبت به سا؟ بگید با سی سا بیشتر. سی و سو فشارش بیشتر نسبت به سا نیست؟ ولی نه باید ضربه باشه دیگه. نه نه نه، اصلا همین سایشه، فقط فشار مقدارش کم و زیاد میشه. سوال، آیا در سی و سو فشار روی زبان شما بیشتر نیست نسبت به سا؟ بله بله خیلی بیشتره. سا سی سو. شما هنوز سا رو تا میگید، ساده رو تا میگید، ضربه میزنید، سایشه. نه سا سا بگید آس آس. نه نه نه، شما دارید زبون رو میبرید به کام بالا میزنید، اشتباه دارید میزنید، قرارش پشت دندونا باشه. آس آس آها آه. بیارید پایین تر زبون، بیارید پایین تر. سا آس آس آس. اصلا زبون الان به دندونا سایش نمیدید، شما به یه جور دیگه دارید مالش میدید به کام بالا. هست درست شد؟ سا نه بودن... شما ببین اگه بده دندونه بالدون شاید تای دسته دار، اصلا ساعت میشه تا. درست شد؟ دور من الان انجام میدم ببینم زبون منو. ببینید خوب دقت کنید، ببینید زیر زبون ها اینجا اینجا ببینم. اینجا میاد میخوره به برای نوکای دندون، درسته؟ یه ذره نوک بالاتر، هم نه که اصلا به کام بالا پای نداره. ببین دقت کنید سا سا شما میبری میذاری به میشه تا، نگاه کنم تا تا شما میبری اونجا، اون قسمت نمیخواد ببری. سا با سا بعد دقت کنید این نکته ریزه دیگه. این سایش یعنی چی؟ سایش یعنی چی؟ سایش یعنی شما این خوب آی داود شما احتمالاً اشکالتون اینجاست، زبون رو بذارید پشت دندوناتون. خب بذاشتی؟ خب حالا هوا رو توش بدمید. سا تولید میشه. فهمیدی سایش چی شد یا نه؟ دمش هواست، چیز خاصی نیست. هوا رو بدمید تو این شکافه. با سا با با اگر تصویرم بید به من، شما زبون خیلی دارید بالا میبرید مثلا. آها
آما این ضربه ها نمیدونی این ضربه دارید میزنید یا نه؟ از درست چونه ضربه میزنید درسته؟ نه قراش پشت دندونه بذارید سا با نه نه از ضربه میزنید شد اینم پای ضربه دسته است ضربه اصلا زبون من شما زبونه بذارید پشت دندونه بذارید از صدای در نیاد حالا هوا رو توش بدهیم بگید سا با آه حالا یه مشکلی که دندونه شما خیلی چیه جلو عقبه درست شد این یکم تاثیر میده توی بد شکلی صدا یکی دیگه هم که شما اصلا زبون قاشقی نمیتونید بکنید درست شد آه زبون قاشقی نمیتونید بکنید نه درست شد تهش نکنم بالا من ریشش بالا بدم اونو بن هم فندقه راه کاره آره بعد فندقه رو باید بذارید سه زبون سا آ آ سا آ آ سا سا سو سو اکثر دوستان یه حد قاشق بودن زبون رو ندارن برای همین پرحجم نمیتونه در بیاره حالا الان شما اشکالات رو فهمیدید لاغر کجاست ساعت چطور تلفظ اشکال کجاست مطمئنا تا فردا تمرین کنید این قاشقی بودنه 50% چی میشه حل میشه ابتدای کار یه مقدارش سخت بشه اما که کجا باید بذارم بیشتر مشکله تا خود قاشقه یعنی اینکه هر دو رو باید تمرکز کنید آره سایه چنین که شما زبون رو بذارید تو پشت دندونا هیچ کار انجام نمیدید فقط هوا رو توش بدمید این میشه سایش این میشه سا سا بعد زبون برداری سایش تولید میشه آه سا با آه فقط زبون رو یکم بیارید پایین تر شما خیلی زبون رو بردی بالا سا آها حالا یکی از دوستان دیگه هم بگن اصلا نترسم فوش غلطه دیگه علا های داودن اول غلط کنم نمیدونم درست شد فا جالبود بله شما بیرای بله یه بار دیگه صداتون یه لحظه نایمد سا احسن الان ما شما خوبه با اینکه فکر کنیم کاملا قاشقی نیست زبونتون درست شد ممکنه یه مده به ریشه زبونتون حواستون باشه فا یه ذره بره باید یه آه چاق بگید فا. یه آه چاق آ حالا همونجوری زبون رو پشتن فا بگید آ فا احسن آ سا بگید آ سا احسن سا سی سو بگید آ سی سو احسن فقط مشکل شما اون قاشق بوده زبونی که خب طبیعتا همه در ابتدای مشکل رو این مشکل رو دارن یکی دیگه دوستان بگن سکون تشدیدش هم چیزی نداره اص میگه سکونشه اصا این هم تشدید چیز خاصی نداره الان ساد با هشت علامت ما چیکار کردیم ساد با هشت علامت گفتیم درسته خب بگن الان یکی دیگر دوستان بگه من دوباره میتونم بگم که ساختنم فا فا بهتر شد یکم زبون رو شل میزنید پشت دندون این زبون فشارش بیشتر باشه سا فا فا آها فا سا فا آها فا سی سی سو احسن فا اینو که ریزم بهتون بگم شما لازمه که صداتون مثل صدای من بشه حالا اگه زبون رو پس سر آدم بزنه بگید درسته غلط یکی زبون شو بزنه پس سرش مثلا میگم ولی صداش این صدای من بشه اشکال نه نه قاعدتا نه دیگه نه نه اصلا این مخارج این صدا موضوعیت صداتون موضوعیت داره سادتون مثل ساد من بشه حالا چرا من اینو گفتم شما مثلا فرض کنید یه جوریه دندوناتون که شما یه ذره زبون رو فرض کنید
نیمه چالم بکنید، صدای سایتون عین صدای ساده من میشه. کافیه؟ کافی نیست؟ کافیه. درست شد؟ اینه، من حواستون باشه لذا صدای ساد مثل صدای من بشه کفایت میکنه، استاندارده. درست شد؟ خب ساده که دوستان یاد گیرن یه مابقی میفته تو سراشیبی، تو ساده همه سخت داره. ولی ذات من میشه فکر میکنم سخت داره. نه ذات کسی، نه نه الان من ذاتی بهتون که خیلی راحت. ساعت روشن شد بر دوستان؟ حالا ذات چطوریه؟ ذات چطوری دوستان؟ خیلی راحت، ساده رو که یاد گرفتید. ذات گفته نرمش، ضربه نرم باید بشه. ولی ذات یه ضربه ملایم ده. ببین این دندونه هم، این دو دندون خرگوشی ها رو ول کنید. این و همین، این دو دندون اینجا. این شماره یک و دو اینجا. زبون رو از زیر زبون و از زیر زبان رو حواس، نوک زبون نیست، چون زبون ببینید زبون قاشقی میشه دیگه سرش، درسته نه؟ اینم دندون ها. درسته؟ کجای دندون به زبون میگیره؟ زیر. این نکته زیر رو دقت کنید، خیلی مهمه. اصلا تو کتاب های تجوید این چیزها رو توضیح ندادن، کجای زبون به کجای دندون، همین یه چیز کلی گفتن زبون میخوره به دندون فلان، تمام. این زبون رو نگاه کنید، ببینید کجای زبون رو فلان، من این شکلش رو دارم میشین شما ببینید. این یه زیر زبان به دندون هم میخوره، حواستون باشه. یه ضربه خیلی ملایم میخوره، حالا من انجام میدم. این میشه زاد هم با حفظ همه حالات دیدیم که با حفظ سمت یه پست بالاتر میره. اینم همینه، با حفظ همه اون نکات فقط جای زبونی یکم عوض کنید، تمام. حالا من تصویر میدم الان ببینم. نوک زبان دیگه اینجا، اینجا دیگه نوک سوت جای نه اینجا هم زیر زبان اصلا فرق نمی کنه. ولی نوک زبان تیز میشه یا پهن؟ چی؟ این ساده اصلا. ببینم این همون زبان پهن میمونه، همون زبان اصلا نمیشه که پهن نشه، فقط جا موضع فشار رو شما تغییر میدی. محالی که میشه زبان دست برد توش. نگاه کنن اصلا زبون پشت دندون قرار میگیره، تمام. به نظر اون خشی و بالاتر بره یا تو همون سطح؟ نه نه همون جایی زنی، هیچ فرق نداره. یک کم پس پشت دندون با زمان منو به این حالت جدا، انگار یه لگت زد و جدا شد. ببینم با 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 والا با با سایش نداره ها، یه سایش نداره، فقط چی داره؟ ضربه داره. والا با بالیم، تمام شد. بالیم نداره ساده که یاد بگید زارم بلدید. همون فرم ساده الان بگید شما آی داودی. با با نه شما میدین یکم با ترس و لرز زبون و پشت دندون رو میزنید. نه خیلی راحت با بگید. از چیزی که من قبلا شنیدم که بالا باید مثلا به فک از داخل به بالا بزنید زبون. اصلا اینا هیچ کدوم اشتباه بوده. اینا ظرافت خیلی داره، کسی این قاری حرفه اینا چه نمیتونه بگه ریزکاریاشو. درست شد؟ چون شما حتی ببینید اونجا با تکلفه، شما حتی به اونجا بخیرید طرف صورتش از بیرون که نگاه کنه انگار شیشتیکه شده. من از ترس اینکه درست ادا کنم شیش خیلی بالا میدم زبون. نه 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 اصلا کارا نمیخواه. خیلی ببینید اصل، یعنی من اینا دیگه کات گرفتیم، کات زدیم. اصل تلفظ رو چی؟ فصیح. یکی که بیرون قیافت رو نگاه میکنه دیگه نگه صورت داره خود جلو بازی میکنه. درست شد. یه طرفش طرف راسته، یه طرف چپ صورت تو تیکه شد. اوه این اشکال که این نشون میده خدا خیلی زبون و وسط دیگه داره چپ و راست. اینجوری که نیستش که. یکی که بیرون داره صحبت میکنه عین زبان مادری شماست. الان شما فارسی حرف میزنیم میگیم یه آی داودیش صورت رو چپ و راست میشه، این فک پایین تو سمت راست، فک بالا تو سمت چپ، اصلا نگران در هم میشه صورت یه حرف میزنیم.
زبان مادری که شما حفظ کسی یا شما انگلیسی وقتی حرف میزنید مثل زبان مادری حرف میزنید دیگه، صورت اینقدر تکون نمیکنه، ولی همه رفقای شما قبل از اینکه به کلام شما نگاه کنم اول صورت شما زوم میکنن میگن صورت چرا اینقدر تکون میخوره. درست شد؟ نه بعد اینجور باشه. تو عربی هم همینه، ملاکش اصلا همینه. شما اگر زبون رو ببینید اون بالا بالا ها صورت شما خیلی حرکت میکنه و همین احساس کنم به صورت شما خیلی فشار میاد، این فشار رو صوت شما هم چکار میکنه؟ جلوگره، اصلا میزه جلوگر میشه دیگه، این اشتباهه، این ملاک غلط بودنه. حالا خیلی راحت وا بگید وا تمام شد. یه ذره ریشه زبونه بود. الان اصلا اشکال هست چون سر فرم زبونه که این فرم همه این مشکل همه دارن، طبیعی هم هست. وا با بگید با اینم این نکته دقت کنید که حرف زاد ترکیبی از صدای دال و زی زنبوریه، یعنی یه مقداری صدای زی زنبوری شما باید توش بشتاید، یه مقدار صدای دال منن ناچارن توش هست. با 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 بگید با 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 حالا والا بالین والا والی تمام شد. ریشه زبونتون شما یکم شله، اگه اون یکم بکشید بالا حل والا والی والی تمام میشه. یه بار دیگه میگن من نکردم نصف دن لبتون هم چیز زبونتون یکم بعدو بیرون دندون نه 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 از جلو من یه بار دیگه انجام میدم. این چون از زیر شما دارید میبینید، ببینید از جلو ببینید سا سی سو اس اس فا اصلا لبان تکون نمیخوره اونقدر، فقط از لبان نه زبون میگم زبون چون که از دندان زبون هم من لبا رو دور میکنم زبون رو ببین چون اگه دور کنم صدا یکم تغییر میکنه. بله مثلا اون ملاک نیستا، این صدای کردن تولید کردن که ملاک چون ناقص این صدا، فقط برای اینکه حواستون باشه زبون چه جوریه ببینید فا سی سو اف اف یه نوتی بهتون بگم چون اینا من یه کات گرفتم زبون شما ببینید این خط تعادل نگاه کن، این خط تعادل زبانه نگاه اینجا بله وسط این وزن زبون نباید به سمت راست خیلی بپیچه چی بچربه نه به سمت چپ بچربه، تعادل اصلا قانون خیر الامور اوسطه ها تو تجوید حرف اول رو میزنه. درست شد؟ درست شد؟ و الان نگاه کنید خط خیلی تکون نمیخونه مال من سا سی سو. درست شد؟ بگی سا سی سو احسن، هی که دارید تلفظ کنید هی پخته تر میشه. درست شد؟ حالا زاد، حالا زاد ببینید این ساده ببینم، فقط موضع فشار فرق میکنه. چی گفتم؟ فقط این مکان فشار رو زبون تفاوت میکنه. این از این دو طرف تو زاد دو طرف بود، تو زاد منتقلش کرد به این سمت اینجنگه از پشت با با ضربه هم هستش دیگه، میزنی زبون کنده میشه. با با بی بو بگید احسن. زیر و زور حواستون باشه که شما دارید دوره احسن کلا ریشه زمون یادتون رفت ببرید بالا. با دی بو بگید با دی بو احسن. این دی رو شل گفتید زبونو ضربه از پشت زدن رو دقیقا خیلی ملایمه، خیلی ضربه ملایمه. ببینن اینا مثل مینی چی میمونه تلفظای تجوید عین کاراته است. واه این سوال اینجوری بپرسم فاصله دو دندونا چقدر باید باشه؟ فاصله باید بسته باشه تقریبا دهن، فاصله دو دندون 1 میلی متر. یه آی فارسی یه آی فارسی ببینن اینا رو من اینا رو من همه رو میگم ها، این سوال شما میپرسی اون نکات صدا سازی بود که بهتون گفتم
اینا بله همش بله اونجا گفته میشه به عنوان مقدمه حروف، ولی الان ما تو این چون فرصت نبود همه رو چیکار کردیم بگید کات کردیم تو من اینجا اینقدر فاصله دهنمو زیاد میکنم، نه فاصله نه دهنی نه رو همون بکنم چون بعد زیاد لبخند انجام رد میدید. میشه میاد بیرون. نه 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 ببین ببین سکوت من اولا تنظیمات کارخونه یادتون باشه، تنظیمات کارخونه چیه؟ سکوت. بله این استاندارد لب دیگه بیشتر از این نه، آه همه ی حروف همینقدر. ببین لب من نکنه تو این فاصله باید حرکت کنه. من تمام اینا برش فرمول سازی کردم، از تمام 28 حرف باید تو همین حده همه کنم تو بکنم. همین محدوده. اصلا عرض کردم این زبان مادری شما، نه تمام 28 حرف به زبان مادری بگید جلو آینه ببینید آیا لبتون از این حالت خارج میشه یا نه. اگر شد عربی هم میشه، اگه نشد که نمیشه. اصلا خارج نمیشه، بله بله هر اتفاقی که میفته داره زبون با دندونا میفته، اصلا کاری به لب فاصله نداره که. فاصله لبا رو نگفتم، فاصله دندونای بالا دندون پایین چقدر باید باشه؟ هم دندونای بالا پایین این همون آ دیگه، همون جو که لب هست آه شما آ رو بگید، لبا چقدر فاصله آه یکم کمتر بین بین دندون هست. بله بله آه آ همینقدر، آه همینقدر که یعنی شما آه تنظیم رو با وام آ وام انجام بدید. آه درست شد؟ وام همینقدر، وام بیشتر از این نیست. وام وام آها الان بهتر شد، فاصله دندونام بله کم بله یکی از مشکلات شما همون فاصله لب بالا پایین که اول اول مشکل رو شما گفتم آه زیاد میشه. وام همین وام نکات همینه، بیشتر از این نیست. اینا بعد یه مقدار تمرین شه اوکی شه. الان من ساد و زاد گفتم درست شد؟ زاد وام فقط نکتهش تو سکونشه. وام واه. پس اصلا فک کوچکترین تکونی نباید بخوره موقعی نه رو خب من همینا رو میگم، اینا رو گفت باید میگفتم که کات کردم چون نمیشه اون خیلی طول بله میشه. اینا مقدمات اون نکات گفتم واه من قبل از اینکه داخل تلفظ رو بشم یه نکات صدا سازی میگم، درسته یا نه؟ تو اون هرم واه گفتم اینا همون نکات صدا سازی که شما الان دارید واه میپرسید، درست بله شد؟ بله اینا همون نکات صدا سازی که کات شده دیگه چون وقت نبود. اصلا لبتون فکتون نباید بیش از اندازه بگید حرکت کنه، این زبان مادری هست. تنظیمات هم آیه، هم آیه گفتن آ فا سی سو. اینی که من دارم بهتون دوستان میگم ادعام اینه که دیگه شما یه راست بدون پیچ و تابای تلفظ میرسید به قله. ببین الان من استاد استاد اینجوری دارم بهتون هم ده. ممکنه بله بعضی بله دوستان اون میگن که بعضی دوستان میگن آه چقدر سختی اینا چی داری میگه این همه زد. خب اینی که من دارم میگم دیگه کاری که شما باید در طول 15 سال انجام بدید، من در اصل یه 20 سال هم بهتون توضیح میدم. یعنی شما میگه که اینقدر چپ بخواید غلط غلوط تلفظ کنی، هر استادی بخواد یه حرفی بزنه شخص گیج بشه بعد از یه مدت دوباره بره ریستارت کنه از اول، هی به خود ای استنباط کنه شخص، هی استنباط رو خراب کنه، استنباط دو جدید، استنباط غلط جدید، غلط جدید تا به پختگی برسه دیگه این کارا من نمیخواد بکنید. من خودم دارم انجام میدم براتون دیگه، درست شد؟ نه واقعا خیره، چون من بعضی چیزای دنبال کردم اینا خیلی خیلی کاراتر این روش شما محتاط. این یه سوالی تمام من که همون که فشار آدم میاره آدم به طور عدم اصلا غریبی خرابه اصلا نه 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 اصلا اصلا همون فشار نرم میگم به سر برای زاد گفتم اصلا نمو کنم یک کم فک کم میرسن تو اون چپ مثلا سمت چپ فشار میاد نباید بشه، نباید بشه، درست شد؟ اصلا مثلا یه میلیمتر اشکال نداره. ببینید این نکته بهتون میگم حرکات زبان لب اینها در تلفظ واحدش چیه؟ واحدش چیه؟ میلیمتره. بله یعنی وقتی میگم زبانتون حرکت نکنه تو ذهنتون نه یک سانتی متر زبان حرکت نه بابا این اصلا زبان که اینقدر نمیتونه تو فضای دهان حرکت کنه، یه میلیمتر دو میلیمتر شما میگید یعنی یکی دو میلیمتر اینقدر تلفظ خراب کنه؟ بله حرکت اگر دو یه میلیمتر اصلا دو میلیمتر حالا یه میلیمتر کمه دو میلیمتر سه میلیمتر این ور اون ور بشه تمامه اصلا تلفظ متلاشی میشه کلمه، درست شد؟ برای همینه که شما وقتی مثلا منشاوی میخونه تلفظ های زیبای عبدالاسد همینجور. الان میرین من حالا اینا پشت سر هم تلفظ میکنم حالا اینم دقت کنید این تلفظ ها تو قرائت که بیاد دوره از هم بگید پاچیده میشه یا نه؟ میشه پاچیده میشه چون شما این حروف رو در
رنج چی بدون خوندن یاد گرفتید. حالا وقتی اینا میاد تلفظ میشه، فشار رو گردن و صورت، فک، لوب اینا زیاد میشه، تلفظ رو چی میشه بگید؟ دوره هم میپاچه. اونجا هم باید تمرین کنید همین نکاتو که به اصطلاح این حرکات هم نپاچه. الله نور، به زبان من دقت کنید و لبهای من. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة. حتی وقتی من تحریر میزنم زبونم یه میلیمتر حرکت کرد یا نکرد؟ نکرد. در موقع تحریر اصلا زبون نباید حرکت کنه. گمیشگه، همینطور صافت ببینه. این تمرکز ذهن میخواد و الا تمام تحریراتون چی میشه بگید؟ خراب میشه. درست شد؟ حالا اگه به این نوتای الله نور السماوات والأرض مثل نوری کمشکا، دیدن اصلا تکون نخور. تو این رنج دیگه تلفظ خیلی سخت میشه، تو فشار به گردن و اندام تکلمی میره خیلی چی میشه بگید؟ بالا. کنترل چی میشه؟ خیلی مشکل میشه. مثل فرض که شما ماشین تویوتا رو سوار شدید، با سرعت 100 تا دارید میرید، بریج ویریج نداره، کنترل هم راحته، ولی وقتی 250 300 تا میشه دیگه کار هر کسی بگید نیست. یه لحظه فرمون چپ بشه ماشین کله ملخ شده. درسته نه؟ حتی ماشین آمریکا که بعید، ولی اینجا اگر ماشینی باشه خلاصه دیگه رفته طرف. درست شد؟ اینقدر دقیقه سرعت بالا، نوت های بالا این سرعت بالا تو ماشین میمونه، کنترلش خیلی مشکله. خب من از سال و زال گفتم، اگه دوستان مایل باشم میتونیم یه جلسه دیگه تاوزوار رو بگیم، قنقاف خواهد یه جلسه باید تموم میشه انشالله، چون همه مقدمات رو گفتم این جلسه میتونیم بگیم. اگر هم علاقه باشه میتونیم صوت و لحن رو شروع کنیم. مزم تم تا زار هم بگید جساینده خیلی خوب خواهد. بله جساینده قنقاف خواهد تو سازان اونو میگم به حروف تفخیم کلن مندگار خواهد بود و خیلی مطلبه هم هست دیگه. بعد مطلبه که خیلی تو نماز هست، بعدشان اون حالا همدم میخونم، میتونم به اصطلاح و همدم ببینم. بله اینجا استاد من یک سوال داشتم. موجد و تحقیق یکی هست یا نه؟ موجد تونتره ظاهرن. درست شد؟ آره. یا تونتره اصطلاح موجد، یا به اصطلاح حروف شاید روشنتر ادا بکنن. من داشتم دنبال همون تحقیق آموزشی میگشتم، سایت تنزیل برای منشاوی دو تا گذاشته، منشاوی و منشاوی تو پرانتز موجه. موجه چند همون تحقیق آموزشی باید باشه. اینا ببینید اصطلاحاتی که مثلا این موجه جدیدن رایج شده، اون زمان قدیم نبوده. احتمال زیاد اون تحقیق آموزشی و موجه میگن منظور اونات. اون ارزم چون موجه که حروف کاملا مشخص و تجوید دار شده است. درست شد؟ بلی زیبا ادا میشه. اون تحقیق آموزشی که صوت و لحنه شاید منظورش اون باشه از تحقیقی که میگن. درست شد؟ بله. این دو تا رو اگه مقابل هم استفاده کنم ببینم، ولی موجه به همون تحقیق آموزشیه. این فرقی نمیکنه. عنواناش عوض میشه. تحقیق آموزشی میگن، چیه تحقیق مجلسی میگن، صوت و لحن میگن، قرائت قرآن میگن، این اسم مختلف میگن. ولی همش یه چیزه. درست شد؟ موجه هم احتمالا همون تحقیق آموزشی باید سال داشتم. این قرآنی که شما نشون میدین که به خط عثمان طه هستش، یک همون با همون خط و رسم الخط
یه قرآن دیگه اینجا هستش که حروفش رنگیه، مثلا بله حروفی که تلفظ نمیشه خاکستریه. بله اونم اولی خیلی خوبه. اگر یه لحظه دوستان صبر دارین کنن شما اونه؟ من بیارم براتون ببینم منظورتون همینه. یه لحظه صبر کنم. من پی دی افش دارم، میتونم بله در منم های پیدیشو داوودی براتون بذارم که ایشون بذارن تو. معلم و دوستان اوردن. بله شما بگم منظورتون خب الان نیست، هم رنگی میکنن درسته؟ بله یعنی ادغام اخفای من رنگی میشه. بله مثلا بله قلقله ها رنگ سبزه، اونجایی که تلفظ نمیشون حروف تلفظ نمیشه بله خاکستری. بله همینه فکر کنم درسته؟ بله بله درست. بذارید من بله بله اونایی که باید چیز بکنین قرمز، اونایی که باید بله چند حرکتیه. بله اینه که دوستان برای من فرستادش خودم هم. البته خوب اسکن نشده، این اسکنه ظاهرا. بله این اسکنه دارم فرمایید دیگه. بله بله خیلی خوب آره، این کمک به شما. بله برای اینکه بخواید به اصطلاح این قوای تجربه رو تطبیقش بیشتر برگردین همون تا همون صفحه که بودیم. این چیه داره؟ بله همینجا چیز اینجا. بله اون یه خط و یک دونه دایره و یه خط، این چیه؟ نه یه لوزی زیرشه درسته؟ لوزی. بله این توی روخانی مشکل هست، من رو تو روخانی میگم این مجراها خونده نمیشه چون این یه چیه از قاعده 11 حروف چیه؟ ناخاناست. بله گفته بودم این یه نقطه داشته، نقطه هاش هست کرد. بله گفتن کچل، گفتن کچل، کچله به قواعد این ریف به اصطلاح فتحه داره، الف سکوشم که اینجا ما داریم میشه را، طبق قاعده باید بشه مجرا. تنها یه مورد در قرآن هست که بله تو همین آیه چهره هوده، این میشه مجره ها. دقتم بکنید یه لحظه من بزرگترش میکنم که دوستان بتونم ببینن. ببینن روی فتحه نذاشته، دقت کردید؟ چه نذاشته؟ باید میذاشته چون مجرا نمیخونید، میخونید مجره ها. مجره. بین را و ری تلفظ میشه، میشه ره. بله اینجا مثل لهجه فارسیه درست. استادم همین که گفتن که ایرانیایی که بلد نیستن ای تلفظ بکنن اینجا خوب میتونن این رو خوب بخونن، درست بخونن. آره احسن. بله این فارسی خودمونه، مجری ها برای عربش این سخت بشه. بله اینجاست و استادم گفتن این فقط کلمه فقط یک جای تو قرآن هم من همینجا توی 700 هم همین یه دونه 700 هم یه دونه، ولی برای اختلاف قرائت دیگه بخوام بخونم نه اون زیاده، اون زیاده تو اینجا در همین یک کلمه هست. اینم از این نکته. حالا اینجا جلسه بعد من بقیه حروف یعنی تای دست و فهم میگم دیگه، از اونجا بعد به قلتکه خیلی راحت میخونم و رسول همدم براتون پیاده میکنم. خیلی ممنون. خیلی ممنونیم. بس شما نکنه پس من اگه سوالی هست من یا کسی میخواد بخونه میتونه، یه سوالی هست. یک مشکلی که من با این